اصلا دین به معنای شارعی بسیار بزرگ است. دقیق شدن؟ به تو بگم مثل یک سرک 80 متر چندین سرکای دیگه هم داشته باشه. مثلا دین مبین زندگی است و زندگی چون در دنیا می شود، در دنیا می شود. هرگاه زندگی را تو هم با دین کردی، هیچ جدا نیست، هیچ جدا نیست. هرگاه زندگی از دین جدا شود، بعد از او باز سیکولاریزم است، باز بیدینی شروع می شود. زندگی توأم با دین است. از این خاطر لحظه ای اگر انسان نباید بدون دین باشد، لحظه ایش اگر جدا شد بدبختی شروع می شود. و ما ایتو چیزی نداریم در زندگی ما که با دین ربط نداشته باشه، ایتو چیزی نیست. همه زندگی ما با دین ارتباط دارد. ببینید اگر خانم آدم دوست داشته باشد، یک لقمنانه که در دهن خانمت میتی امیر الله پاداش میدهد. وقتی که بوسه کردن و مقاربت و خوبی کردن با خانم عبادت میشد، خیلی چی مانده که عبادت نباشد. اما چیز دین است. شریعت خداوند متعال برای ما شما ثوابت را هم داده است، متغیرات هم داده است. ثوابت ما لا یتغیر ولا یتبدل، که او انگشت شمار است. متغیرات که از شریعت اجتهاد است، فقه هاست. مشکل ما در اینجا نقطه است که ما یک سلسله افراط بسیار زیاد داریم، یک سلسله تفریط بسیار زیاد داریم. دقیق شدین؟ یک تعداد مردم است که اجتهاد را دین گفتن، صحیح شد؟ و یک تعداد چی میکنن؟ مطلق اجتهاد را نمیپذیرد. این کلان مشکل ماست و اردوش نقص در دین نیست، نقص در فهم دین است. اوجا که پیامبر میگه که شما خوبتر قطع کرده میتونین چگونگی تاکای انگورتان یا خرما ای چی را، این معنا ای را نمیدهد که اگر این رمز پیدا کردن رمز زندگی در استفاده کردن از امکانات، این مکلفیت ماست. دقیق شده؟ مکلفیت ماست که گاه به اساس علم به دست میاد، گاه به اساس تجربه به دست میاد. دقیق شده؟ با مجرد که به دستت آمد، ای را به خاطر امی کار کردی، قطع میکنی انگور را. برای چی؟ نیت میکنی که خدایا تا میوه بیشتر بگیرد که خیر ما به مردم بیشتر برسد. عبادت است. دقیق شدی؟ اگر امی کار را تو قطع نکردی به خاطر که امسال ای چیز کش نشود که این مردم چیزی نخوره، گناه هست. پس باز به دین تعلق گرفت. ولی او بحث ساختن چگونگی حقوق، این بحث بیخ کاملا جداگانه است.